نیلوفر میگه آرمین نمیتونی نظر رو در مورد اتفاقی اتفاقی ایران بگی اول راه انقلاب وسط یا حتی نزدیک انقلاب هم نشدید به من نمیدونم اصلا نمیدونم فقط میتونم بگم که همچی پیشمینی هایی به نظر من غیر ممکنه من فقط برام جالبه که کسایی که مطمئنن که دیگه انقلاب شدنی نی شده، دیگه این آخر داستان و اینا روی سری چیزایی تمرکز میکنن و کسایی هم که میگن امکان نداره روی چیزای دیگه تمرکز میکنن ولی کمتر دیدم کسایی که تحلیل بکنن که رو جفتش تمرکز کنه خب کسایی که میگن که دیگه تموم شد دیگه همین فرد و پس دیگه جمهوری اسلامی میفته میان میگن که نگاه دیگه تعداد مثلا این هم حرفشون درسته ها برای اینکه نگاه ببینید اختلاف بین تظاهرات اختلاف زمانی بینشون کمتر و کمتر داره میشه خب و واکنش دولت هم به خاطر اینکه دیگه نمیتونن ممکنه کمتر و کمتر بشه برای اینکه دیگه ممکنه قدرت سرکوبشون هم کمتر و کمتر بشه خب میگم بر اساس اینکه فاصله بین تظاهرات داره کمتر میشه و قدرت سرکوب هم داره کمتر میشه دیگه به این نتیجه میرسیم که دیگه همینجوری این سرعت پیدا میکنه و این میشه آخر جمهوری اسلامی بعضی ها هم میان به این اشاره میکنن که هیچ حکومتی بنزی وقتی که مردمش اینقدر ناراضی هستن نتونسته تو تاریخ دوام بیاره خب البته وقتی میگن هیچ حکومتی این حرف غلطه مثال داریم که تونسته ولی خب میگن کم بوده خب به این دوتا چیز اشاره میکنن ولی کسایی که میگن که نه اینا این تظاهرات به جای نمیرسه میان به این اشاره میکنن که ببینید مردم افغانستان طالبان رو نمیخوان طالبان برگشت رو قرد مردم سوریه اسد رو نمیخوان اسد اومد رو قرد و کشورهایی هم که تازه موفق شدن به کنن الان همشون نامیدن از براندازیشون و همه چی به جای رسیده که خیلیشون متاسفن از براندازیشون تنها حکومتی هم که ما میم اشاره میکردیم اخیرا براندازی داشت و موفق شد و یه حکومت سکولار دمو... بش... تقریبا سکولار دموکراتی داشت همون تونس بود که همین هفته پیش اونم هم... کودتا شد اونم هم... بگیم کودتا نه اونم تموم میان میگن که نه دیگه یعنی که کس... اگه قرار بود جمهوری اسلامی بیفته اول حزب الله تو لبنان و اسد تو سوریه و طالبان توی افغانستان که قدرتشون اینقدر جمهوری اسلامی کمتره اول اونا میافتادن اونا یعنی اگه اونا افتادن شما شما چه انتظار دارین که جمهوری اسلامی بیفته میان بعضی به اون اشاره میکنن خب ولی همه کسای بر اساس چیزی که میخوان میان یعنی به اگه تو بیای اون حرفو بزنی میگن نه تو خائنی تو میخوای براندازی نشه خب ولی کسی من نمی‌دونم که جامعه شناسی حالا شما اگه میشناسیم به من بگین کسی که مثلا بر اساس امیالش نمیاد صحبت کنه بیاد همه اینا رو در نظر بگیره مثلا تحلیل بکنه من کم دیدم خب ولی من میدونم که پیش بینی کردن یه چیز غیر ممکنه من میگم ببینید پیش بینی نکنید شما فشارتون رو بیارین جمهوری اسلامی خب من میگم ما باید هر ما اینکه قراره چی بشه نمیدونیم خب ما باید سعیمون رو بکنیم اون چیزی که میخوایم بشه حالا که ها های حتما ها میشه یا نمیشه رو دیگه خیلی به نظر من اینکه این همه آدم با قطعی صحبت میکنه خیلی به نظر من کار اشتباهیه اتفاقا یه چیزی بگم خیلی فکر میکنن که مثلا تو اگه یه کسی بیاد بگه احتمال براندازی کمه یا که احتمالش قطعی نیست میگن این خائن این ضد براندازیه اتفاقا کسایی که میگن براندازی قطعیه دارن علیه براندازی کار میکنن برای اینکه اگه قطعیه خب خب چه, چه کاریه من کسی فعالیت نکنیم میگه خب یعنی انگیزه به فعالیت علیه جمهوری اسلامی رو شما دارین کم میکنید اگه تبلیغ بکنین که براندازیش قطعیه خب می... اگه خیلی کسایی میتونن بگن خب پس اینا دارن کار خودشون میکنن من باید بشینم منتظر که دست که براندازی یا تو میدون یک فعالیتی بکن بگی نه دیگه قطعیه دیگه من چرا فعالیت بکنم من فقط میشینم دور میدون دست میزنم خب یعنی خیلی ها میگن که کسایی که میگن براندازی قطعی نیست میگن علیه براندازیان در صورتی که من فکر میکنم به طور کاربردی کسایی که میگن براندازی قطعیه اونا دارن علیه براندازی کار میکنن خب اه. اصلا قطعی نیست پیش بینی همچین چیزایی هم خیلی غیر ممکنه تعداد فاکتور تعداد فاکتورایی که روی موضوع ببینید خیلی اتفاق افتاده که بر اساس وقتی که از لحاظ جامعه شناسی یا از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی مردم میخوان بیان پیش بینی کنند تنها چیزی رو که میتونید به قطعیت پیش بینی کنید عدم, قابل... عدم, قابلیت پیش... پیشبینی با قطیته خب فقط به این میتونین قطی... فقط به این میتونین قطیت داشته باشید تعداد چ... شما بیاین مثلا ده سال گذشته نگاه بکنین ببینین چه اتفاقات جزئی افتاده که هیچ کسی نمیتونست ببینه قرار بود اتفاق بیفته و تاریخ رو به چه شدت عوض کرد خب مثلا انتخابات ترامپ اینکه ترامپ مثلا رئیس جمهور شد چقدر تمام دنیا رو عوض کرد و هیچ کسی نمیتونست این رو پیش بینی کنه خب اگه کسایی هم که پیش بینی کردن خوش شانسی آورد خب هیچ کسی به قطیت یعنی که مثلا همین مریضی که الان هم همه جهان گرفته چقدر همه چی رو تو جهان عوض کرد کی میتونست پیش بینی بکنه یه همچین اتفاقی قرار میفته خب یه همون براندازیایی که تو دنیای عرب بهار عربا این اتفاق افتاد سر یه نفر تو تونس که خودش آتیش سرش همین رو شروع, شروع, شد کی میتونست پیشنهاد بکنه یه همچین اتفاقی میفته و بعد باعث میشه همین اتفاقات یعنی یک چیزی که خیلی کوچیکی میتونه تمام پیش بینی های شما رو بریزه به هم برای همین تنها چیزی رو که میتونید براش مطمئن باشین اینه که پیش شما بیخوده یکی این یکی هم اینه باشه که باید چیزی رو که باید بیاین بررسی بکنین تاثیر مثبت کار شما در اکثر موارده خب مثلا من ممکنه بیام بگم که ببینید من اگه روش تفکر برتر رو مثلا ما درس بدیم تو اکثر موارد این مفید خواهد بود حالا هر اتفاقی افتاد خب یعنی که میتونیم در برای جمهوری اسلامی بیایم بگیم که ببینید ما فشار بیاریم روی جمهوری اسلامی من که امیدوارم براندازی بشه ولی اگرم نشد فشار بر جمهوری اسلامی مفیده خب برای ما ضد جمهوری اسلامی کار بکنیم این مفیده من نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته ولی این مفیده من تا اونجا که میتونم میگم تبلیغ فشار حد جمهوری اسلامی کنم خب من خب. اینم حرف من یکی این نگار میگه اصلا پیش بینی کردن چه فایده داره ببین پیش بینی فا... کردن ف... فایده داره تا وقتی که با قطعیت نگین خب پیش بینی ف... کردن فا... فایده داره برای اینکه ما فاکتورهای رو در نظر بگیریم ببینیم حد یعنی حدس و گمان اشکال نداره برای اینکه به ما ممکنه کمکمون بکنه که بتونیم استرات... مثلا استراتژی فعالیت رو بب... مثلا کاربردش رو ببریم بالا ولی اگه حدس و گمان میزنیم یا پیش بینی میکنیم باید بدونیم که اینا فقط حدس و گمانه و قطعیت نداره خب یعنی اگه قبول کنین که حدس و گمان شما قطعیت نداره شما بیاین یه فرضیه هایی رو بدین و امکان فرضیه هاشون رو به هم بررسی بکنیم که خب این فرضیه ممکنه ام... امکانش از اون فرضیه بیشتره خب هیچ کدومش مثلا خیلی زیاد نیست ولی خب بیشتره بر این اساس و اون نظر من از اون لحاظ اشکال نداره